درود من به تک تک شما هموطنان عزیز در سراسر جهان. به نام خداوند رنگین کمان، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. درود به تک تک شما زنان دلیر و مردان شجاع ایران زمین. در برنامه دیگری هستیم، در برنامه تلویزیونی امید ایران OITN. در برنامه امروز خوشحالم که گفتگوی داشته باشم، برای اینکه وقتی که آدم به یک دوست و رفیقش بعد از مدت‌ها میرسه و میبینتش، اون دلتنگی و اون علاقه‌ای که داره با هم دیگه ایثار میکنن، یه مقدار جریان احساساتی میشه. ولی خب ما چون قبلا هم دیگه رو در چند روز گذشته چندین بار دیدیم و از این مسائل یه مقدار دور شدیم، ولی برای شمایی که میدونم طرفدار چنین هنرمندی هستید، حضور چنین شخصیتی در برنامه امروز تلویزیون امید ایران بسیار برای شما خوشایند و بسیار شما رو خوشایند و خوشحال خواهد کرد، چرا که هنرمندی است نه تنها به کارش وارد، یه موسیقیدان، نوازنده است، آهنگساز، خواننده است، ولی عشقی که در زندگیش داشته و ایثارگری که برای طرفدارانش، مردمش، رفقاش، دوستانش، همسرش داشته، همیشه ضرب المثل بوده. و این هنرمند عزیز شخصیتی است، دوست بسیار عزیز من، پیروز عزیز است که بعد از مدت‌ها به لس آنجلس اومده و امروز ما پیروز رو با دید جدیدی می‌بینیم. نگاهی جدید. درود بر شما. درود. ای رفیق گلم، همیشه با من بسیار مهربانی، همیشه قشنگ رو بجا من صحبت میکنی، من برای شرمنده میکنی. و درود به همه عزیزانی که این برنامه رو میبینند. من اول از همه یه چیز باید بگم نادر جون. اگه من عینک زدم به خاطر جستش نیست، حالا اگه عینک خوبالمون بگذارم، من چشمامو به شما که گفتم، من چشمامو لیزر کردم و خب این همه زحمت میکشن نورپردازی میکنم و این چشای منو اذیت میکنه و اگه من اینو بردارم وقت میشه مثل دوست عزیزم که خیلی دوستش دارم، جناب ستار، که روستش وقتی میخونن چشاشونو میبندن، من با چشم بسته با شما مصاحبه کنم که نمیشه. اینه که دلیل این عینک به خاطر لیزر بوده که برای چشمم انجام داده. خیلی خوش اومدی. مرسی. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. مرسی. باید از محمد کرنج عزیز تشکر کرد که همیشه تو میای اولین پایگاه دیدار من و تو منظر خانواده کرنج. عشق منه، هم خودش هم بانو. دقیقاً. هر دو اینا دوستای نزدیک ما هستن. آره. یعنی خانواده ایم. از دوستی گذشته. ولی خوشحالم که به هر حال هر بار که میای میبینمت و البته زیاد که نیومدی، نازی جون یکی دو مرتبه بیشتر اومده. بله، نسبت به بله. شما چی شد اومدی به لس آنجلس امروز؟ من بعد از 5 سال من هیچ جا نرفته بودم و هیچ برنامه اجرا نکردم تو 5 سال. یه سری از دلایلش مشخصه که اصلا احتیاج به توضیح دادن نیست، حالا راجبش ممکنه صحبت کنیم. من عاشق شهرام جان شهرپرم، شما اینو خوب میدونید. بسیار. فکر میکنم کسانی که منو میشناسن همه میدونن. بله. از بچگی دوستش داشتم، باهاش ساز زدم، باهاش هم‌آواز بودم، دور این کره زمین رو با هم گشتیم، همیشه به من فرصت داده، هر چی بگم کم گفتم. و خب من دوست هنرمند زیاد دارم، باهاش خیلی هاشونم صمیمی هستم، ولی شهرام جان و همسری گرامیش که دوست 30 ساله بنده از نسترنجان، ما خونه همدیگه میمونیم. مثلا شهرام جان اومده بودن آلانیا، تنها اومده بود، نمیرفت ویلای خودش، گفت من خواهم پیش شما بمونم. یعنی ما رفت آمدمون اینجوریه. ایشون مثل داداش بزرگ منه و گفتم که من 5 سال هیچ جا امنین آمریکا نیومدم. بعد که شنیدم که کنسرت آخر شهرام جان در لس آنجلس که خونه دوم بنده هم هست، من 41 سال اینجا زندگی کردم، کنسرت داره و آخریشه، به نازی گفتم که من باید برم و یک بار دیگه کنارش تو لس آنجلس بیستم، باش هم آواز شم، هرچی اصلا به شهرام جان گفتم بگو پیروز بایستم بلا دست بزن، من فقط اون کناره و بیستم رو استیجت. و خوشبختانه اتفاق داره میفته
و به این دلیل، این دلیل اولش بود که اومدم امریکا و خیلی خوشحالم که اومدم، چون دلم برای تک تکتون تنگ شده بود، برای همه دوستام دلم تنگ شده بود. یعنی واقعا یه انرژی دوباره گرفتم، یه انرژی خیلی خیلی خوبی گرفتم به اضافه سوشی و غذای مکزیکی. آلانیا سوشی نیست، آلانیا سوشی هست، مثلا سمن داره و مثلا میگو. غذای مکزیکی چیه؟ اونو خونه منزل درست میکنیم. آره؟ خیلی نزدیک تره. آره. ولی اینجا خب جایی هست که آثنتیک، یعنی قشنگ غذای مکزیکیه. من همسرم که شکمویم دیگه. خب میدونید که پیروز از بچگی میاد اینجا، یعنی از 14 سالگی میاد به آمریکا و در از در دوران تینیجری رو در آمریکا بزرگ میشه. بله، من از کلاس 11 اونجا بودم. بعد چی شد؟ بعد رفتم کلاس 12 دیگه. خدا بیامون، خدا یاد پدرم، یاد پدرم گرامی. همیشه من میگم آخه من اون زمان، خب زمان گذشته، مثلا یکی از بازیای من تارزان بازی بود. میگفت تو عین تارزانی، از یه چیزی میپری به یه چیزی، از بسکتبال میری هواپیما درست میکنی، از هواپیما میری کاراته، از کاراته میری یه چیز دیگه. من همیشه خیلی یاد میگرفتم و حوصله‌ام سر میرفت. اینی که من دبیرستان رو تموم کردم، 3 سال رفتم کالج و واقعا این تارزان با نه تو دبیرستان که بودم 2 شب در هفته شبا میرفتم کالج بیزنس میخوندم. بعد دیدم نه دوست ندارم. بعد کامپیوتر رو شروع کردم، گفتم خب الان دیگه یواش یواش کامپیوتر رو حرف اول میزنه. به کوبال که رسید، به کوبال لنگویج که رسید، گفتم نه بابا این چیه، اصلا نمیخوام. سایکولوژی، انتروپولوژی. 3 سال من درس خوندم تو دانشگاه، بعد رفتم 1 سال فشن خوندم. فشن مرچندایزینگ اند فشن اند فشن اند سو آن اند سو فورث. تو بیکام ا بایر، یعنی می‌خواستم بایر بشم. دوستشم خیلی دوستم بایر بشم، چون خیلی سفر می‌کنم. بعد از مدت اونم دیدم نه، قسمت من بالاخره رسید به جایی که بعد میرسید که یک گروه موسیقی درست کردیم در سان فرانسیسکو به اسم 6 و 7. در چند سالگی؟ فکر کنم 23 سالم بود، 22 سال. یک گروه به اسم 6 و 7. 6 و 7. و دوستانم که در سان فرانسیسکو هستن. به جای 6 و 8، 6 و 7. بله، ما لنگ بود. خب دست کنم. انقدر این گروه قوی شد که هر خواننده مطرحی که از لس آنجلس می اومد سان فرانسیسکو یا سان هوزه، ما اوپنینگ بند بودیم. چند تا اوریجینال اجرا میکردیم، چند تا آهنگم کاور اجرا میکردیم که من با شهبال جان 86 سان هوزه آشنا شدم که گفت بیا و من دارم بلکتس. من چون شهبال رو نمیشناختم تا اون موقع، خدایش بنده آدم صادقی هستم، و تازه فهمیدم که اصلا بلکتس از کجا اومده، کجا شروع شده، کی شروعش کرده. بعد 87 اومدم لس آنجلس که یواش یواش بلکتس ممبراش فرم گرفتن که کی هست. بعد که 92 هم آلبوم دادیم، ولی اون بین اون زمان 87 تا 92 که آلبوم دادیم، ما بیشتر با شهرام جان کار میکردیم. ولی من افتخار همکاری با خیلی ها رو دارم. یعنی با هم میخوندیم، با هم دیگه اجرا میکردیم؟ نه دیگه، ما بند بودیم، بند بلک کست. شهرام جان کنسرت میگرفتن، عروسی میگرفت، یعنی شهرام جان. خیلی با شهرام کار کردیم در بلک کست. ما بلک کست بودیم، شهرام جان شهرام. آها. شهرام شبره و گروه بلک کست مثلا کنسرت در لندن، کنسرت در آلمان. ولی ما آلبوم نداشتیم، ما آهنگ نداشتیم. ولی خدایش شهرام جان هر وقت فرصت مناسب بود میگفت پیروز پرو یه آهنگ بخون، همیشه منو پوش میکرد. برای همین عاشقشم، چون یه دل داره قد این دنیا و این مهرش به خیلی ها رسیده، تنها من نه. بله، خیلی ها، خیلی ها رو بهشون دور داد. دورانی داشتیم اصلا عالی بود، چه زمانی بود. خب بعد بلک هاتس آمد و البته ما با هم قبلا مصاحبه داشتیم، راجع به مسائل صحبت کردیم. با چند سال در بلک هاتس بودی؟ من 12 سال. 12 سال با شهبال و من پنجمتار بلک هاتس. 12 سال با هم همکاری داشتی. و یه عکسی دیدم چند وقت پیش، چند روز پیش، ای کاش این عکس رو نگر می‌داشتم که امروز پخشش بکنیم. عکس جالبیه، شاید پیدا بشه،
که با شهبار رفته بودین نهار خورده بودین. من با بچه‌ها تماس گرفتم، تک تکشون تماس گرفتم. شهبار سورپرایزمون بود. من عکسشو ندیدین؟ عکسش چرا تو تلفنم داره. اوکی، پس میتونیم استفاده کنیم. خدمت شما عرض کنم که به رامین، مهداد، شهداد و دیوید گفتم جمع بشیم. خب منم که گفتم اونجا غذای مکزیکی خیلی کمه، میخوام ببرمتون یه جای مکزیکی، چهار تا دیواره ولی غذاش فانتاستیکه، بریم اونجا دور هم جمع شیم. بعد با شهبال تماس گرفتم، گفتم ولی شما نگو میای، شما اونجا یه ذره زودتر برو. شهبال هم که میدونی بچه ارتشی سر موقع اونجاست. بعد بچه رو بردم، شهبال هم دیدم سورپرایز شدم، چقدر خاطره تعریف کردن از گذشته، چقدر خندیدیم، چقدر لازم بود. بله، بعد چیزها واقعا لازمه، نگاهی به گذشته و خاطراتی که با گفتنش دوباره زنده میشه. واقعا انرژی خوبی گرفتم من و بچه ها. الان این عکس رو حتما بعد از هماهنگ میکنیم، بعد از پخش میوزیک ویدیو دوباره بسیار براتون نشون میده و راجع به شهر بزنیم. بگذاریم، پیروز میره برای خودش میخونه، از بلکست میاد بیرون و سالها در لس آنجلس و میره به آنتالیا. آلانیا. آلانیا. چرا رفت به آلانیا؟ تقصیر این شهرم، جانشم برای همش تقصیر بود. ما آنتالیا بودیم برای برنامه، یا یادم نمیاد یا استانبول بودم برای برنامه. شهرام جان گفت برو ویلا بمون، کلید از فلان کس بگیر، ما نیستیم، برو آلانیا رو ببین. و ما دو هفته، من و نازی جون اونجا بودیم و یک دل نه صد دل عاشق این شهر شدیم. بغل دریای مدیترانه، شهر بسیار کوچیکیه، الان کم فرق کرده و بسیار زیباست، اکسیژن فراوان، میوه بسیار لذیذ دیگه. یه دل نه صد دل عاشق شدیم. منم خسته شدم از لس آنجلس و رفتی اونجا. بله، یه سری مسائل دیگه. چند سال اینجا؟ چند سال اونجا؟ معلوم پنج سال اونجا. پنج سال اونجا. بله. خب اولا بسیار خوشحالم که پیروز عزیزم رو سلامت میبینم. مرسی. نمیخوام بریم فلشبک بکنیم، هم خودم احساسات میشم و هم خودت احساسات میشم. فقط میخوام بگم که خدا رو شکر که پیروز عزیز من با اون مسائلی که پیش اومد الان سالم و صحیح و سالم و قبراغه و همه اون مسائل حل شد. ولی یه کابوس بود، گذشت. خب بریم یه میوزیک ویدیو با من فکر کنم میوزیک ویدیوی رو با هم ببینیم که متعلق به بلک کات، زمان بلک کات هستش، که زمانی که پیروز عزیز در بلک کات فعالیت داشت با شهبار. و این ترانه گلدونه خیلی گل کرد، یعنی یک جهشی در ویدیو سازی، در آهنگ سازی، در اجرا، در بین موسیقی 6 و 8 ایرانی به وجود آمد که آهنگ سازش ترانه و آهنگ شهبال جان شهپره، تنظیمش دیوید بتسام. بله، اگر امکان داره با هم دیگه بریم نگاه بکنیم گل گلدونه با صدای پیروز و همکاری یک دست دا نداره. ما بسیار تیم خوبی بودیم، من و شهبال جان و دیوید بتسام، این ستا سه نفر آیدیاهاشون با هم مشترک میشد یکی و پرودوس میشد تا جایی که تصمیم میگیرین که جداش. خوب بود برای اون 12 سالش. خوب بود، هیچ چیزی ابدی نیست عزیزم. براو، دقیقا. خب پیروز 5 سال لس آنجلس رو ترک میکنه، میره و دوباره هم داره بر میگرده به آنتالیا، به آلانیا. آنالیا خب جای خیلی قشنگه. آیا اونجا امکانات اینکه به هر حال به اروپا و به جای دیگه یک مقدار نزدیکتر هستش؟ بله، بله خیلی نزدیک. این امکانات درسته که برای دیگر هنرمندان هم فراهم شده بیشتر هست و به این دلیلی که بسیاری از خوانندگان ما موف کردن، نقل مکان کردن به آنتالیا یا آنالیا؟ من فکر میکنم هر کی به دلایل شخصی خودش
این حرکت رو کرده، حالا این میتونه یکی از دلایلش این باشه، من آرامش میخواستم و خسته شدم از سر صدای لس آنجلس، از ترافیک لس آنجلس، از آب و هوای لس آنجلس، و خیلی صادقانه بگم از آدمایی که ماسک رو صورتشونه و آدمای منفی لس آنجلس، من احتیاج داشتم دور بشم. من خیلی خودخواهم. خودخواه نیستی، زندگی رو دوست داری. زندگی دوست داری که زندگی رو برای زندگی کردن داشته باشی. بله بله، احتیاج بود، احتیاج بود. همینقدر که الان که اینجا هستم میبینم که چقدر دلم برای دوستام تنگ شده بود که کرناج، کرناج داداشمه و دوستای دیگه هم. خیلی خوب بود این حرکت، خیلی خوب بود. و بازم مدین شهرام جونم، چون به خاطر شهرام هم اومدم. یه سوالی از پیروزی دارم که صاحب نظره، یعنی شما که امروز داری صحبت میکنید برای ملت ایران، یه متخصصی، سوادشو داری، تحصیلاتشو داری، کارنامه‌شو داری، صداشو داری، به هر حال یه کسی هستی که واقعا حرف بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. کاری که شهرام شهپره امروز داره انجام میده، آیا کارش درسته یا کارش غلطه؟ اون تصمیم شخصیه، من نمیتونم بگم درسته یا غلطه. اون شهرام جان تصمیم گرفتن که این تور آخرشون باشه به دلایل شخصی، هر دلیلی که داره، و انتخاب کرد. از زیبایی آزادی هم به همینه که شما انتخاب کنی و انجام بدی، و شهرام جان این انتخاب رو کردن. از من میپرسی، من میگم خواهش میکنم آخرش نمیشه، چون ما خیلی دوستش داریم. آیا یک خواننده که در مدت زیادی میخونه و شاید به درجه سوپرستاری برسه، لجند برسه، نه راجب شهرام صحبت میکنم که کارنامه درخشان بالا و بالایی داره، اینو میخوام بپرسم، تا چه مدتی میتونه بخونه؟ آیا تا زمانی که خودش میخواد باید بخونه و بخونه، یا در زمانی که میبینه نمیتونه اون ترانه‌ای که باید بخونه بخونه، اجرا کنه؟ یعنی علاوه اجرا، یه موقعی هست شما تو خونه برای خودت میخونی، برای یه موقعی هست که میخواد برای مردم بخونی. آیا برای مردم خوندن این ته صداهه مهمه، یا اینکه واقعا بخونی و درست بخونی بدون که صدات بلرزه، بدون که 3 یا 4 نوت رو پایین تر بیاری که بخونی، که اون توقع و اون ابهتی که یه خواننده میتونه روی استیج داشته باشه، مثل برفی که روی قلعه میمونه، همینطور آب و آب بشه. به همین دلیل که تعداد کنسرت ها کمتر میشه، تعداد حضور مردم در کنسرت ها کمتر میشه، این نشانه آب شدن شخصیت یک هنرمنده. ولی یه خواننده چقدر قشنگ میتونه باشه که در اوج بیاد بگه حالا که این همه آدم اومدید من رو ببینید، من میخوام خداحافظی کنم، مثل همون کاری که شهرام شهپره داره میکنه. بله، میگم باز هم این انتخاب شخصیه. و ببین، یه چیزهایی دست ما نیست. سن، الان این موی سفید بنده رو میبینی، الان من بشنم رنگش کنم، در حقیقت مسئله نیه که سن من، موهای من سفیده و من دوست دارم که خودم باشم در کل. حالا چه موهام، یاد ترانه فرهاد، زندیات فرهاد میفتم، سفید پوشیده بودم با موی سیاه، اکنون سیاه جامعه هم باز موی سفید، یادش گرامی فرهاد عزیز. شهرام جان این انتخابو کردن، بس سن آدمه، شما یه مقدار که میری این رنج صدا میره. ولی خب یکی هم اساس آقای عارف، عارف is exceptional. بله exceptional. بله true. He takes care of himself. برای اینکه عارف تا 4 سال پیش 5 سال پیش فوتبال بازی میکرد هفته 3 روز 4 روز. بله. بعد دکتر بهش گفت آقا شما دیگه نمیتونی فوتبال بازی کنی، برای اینکه یه وقت بیفتی تاندونای پاره یا دستت پاره بشه، برای سنی که داری خیلی ناجوره. و الان رفته به جاش، هر روز صبح میگن هر کنسرتی که میره جاشو اول میگه آها این جیم کجاست اونجا که من صبح برم سونا و برم اونجا. و هر روزم میره سونا. خب میگم دوباره تکرار میکنم، سن حقیقتی است
و هر چقدر سن میره بالا این رنج صدا کم میشه. یعنی ما حتی خود بنده یه سری آهنگامو یه پرده آوردم پایین تر که راحت تر بخونم، ولی فراموش نکنیم همون اوائل شهبال جان این چیزو به من یاد داد، به من گفت خب مهم اینجاست که یک خواننده وظیفه‌شو انجام بده. وظیفه یک خواننده چیه؟ کوک بخونه و درست بخونه. صدا خود حالا از پدر مادر میاد، از جینت میاد، که یه صدا میشه مثل آقای عارف و داریوش، تونه بی نظیر خوب، اون سلیقه است. ولی درست خوندن وظیفه است. کسی که میاد و بلیت کنسرت شما را تهیه میکنه، شما یک وظیفه‌ای داری. به هیچ چیز دیگه هم کار ندارم. اکتت رو استیج، رقصیدی نرقصیدی، این کار کردی، دود هوا کردن، آتش بازی شد، استیج چرخید، هرچی، شما باید اون کار را انجام بدی، باید کوک بخونی. و شهرام خان، شهرام جان خیلی دقیقه رو این داستان و خیلی دقت میکنه و خیلی تمرکز میکنه رو این داستان و جز به کسانیه که ببینید یه موقعی اتفاق میفته. مثلا شما شاید خیلی از دوستان ندونن، شما یه سری سپیکر هست یا بلنگو هست که شما مردم میشنون، یه سری سپیکر هست که رو به ما هست و ما صدامون رو از اونجا میشنویم. یه امکان داره که شما مثلا کیبورد رو درست نشنوی که بتونی کوکتو نگه داری، یه اتفاقای اینجوری، یا صدای خودتو اندازه کافی نشنوی که یهو خارجی نه. ولی در کل اگه اونا درست باشه، وظیفه یه خواننده اینه که درست بخونه، که ماشاءالله تو ایران 1000 تا خواننده داریم، 99.5% همشون خارج میخونن و من اینه شاهدم، دارم میبینم چند تا پست هست میذارن اینجا، ما همونطورا از خواننده به ناممون. تو این وظیفه ای ماست. من اگه یه روز ببینم که دارم میخونم و نمیکشه دیگه، بدنم نمیکشه، نمیتونم آقا، نمیشه، نمیتونم. ولی بعضی رو میبینیم با زور دارم میخونم، نمیکنم این کارو، نمیکنم. من ببینید یه موقعی میرسه که صحبت از وجدانه، یه موقع هم هست طرف به پولش احتیاج داره، درآمدی نداره، مجبوره. ولی ما الان خواننده هایی رو میشناسیم که میلیون ها دلار پول دارن که نوش جونشون، انشالله بیشتر شه، انشالله بیشتر بشه، ولی قدرت خوندن رو ندارن، ولی بازم میخوام بخونم. من قضاوت نمی کنم، اصلا بیزنس من نیست، چون با واژه آزادی خیلی خوب آشنا هستم و خوب درکش میکنم. بریم یه میوزیک ویدیو نگاه بکنیم از پیروز عزیزم که یکی از آخرین ترانه ها و آخرین ویدیویی که تهیه کرده فکر کنم در آنالیام تهیه شده، نمیدونم کدومه، بریم سورپرایز. ویدیو قشنگی بود. این ویدیو در لس آنجلس ساخته شده و کار کوجی هم هستش، ولی اون کارنگرافی که شما میبینید همه کار خود پیروزه، درسته؟ که چه استایلی برخصن دنسرن، اون صحنه پردازی هایی که شده، نه اونا کار همه کار کوجی، من فقط رقص رو میگم، رقص رو دارم میگم در صحنه، اون خب اون که فیلم برداری کرده، استایل رقص، استایل رقص رو همه رو خود طراحی کرده. از اونها خواستم که به این نوع رقص رو بکنه. پیروز چند تا ترانه ساخته؟ من 75 تا ترانه نوشتم تا حالا، 5 تام شعر. ولی خب بله، ولی فراموش نکنید من سواد فارسیم تا 14 سالگیه، یعنی این ترانه خیلی مثل بیا بیا ساده است، ولی شعرش مال تو بوده، بله، دلچسب بوده. یا با تو بودن که خیلی آهنگ آرومه، گل دل به تو بستم، یا میگم خیلی دارم ترانه بخونه تیکر، عجب چیزی بود. بگو جون من، من بعد از نهار بخوام بخونم. نه یه تیکر نی، نه نمیخوام بخونم. میدونی دوست دارم ای که من فداتم، تو گله تو گلدونی و من خاک زیر پاتم. عجب شعری بود. مرسی، دستم درفت بود. میگم من سواد فارسی خیلی کمه. خودت هم
همونه که ساختی خوندی دیگه. بله. به اضافه کسای دیگه که ساختن، درسته؟ بله بله. در مجموع چند تا میشه؟ خیلی نشمردم. که چند تا خودت خوندی؟ من با خانم پاکسیما دوست گرامی خیلی کار کردم. دو تا از قشنگترین کارهایی که تو نوا آلبوم بلک کتس بود مال ژاکلین خانم ویگنه، عشق منه. بعد عشق 17 سالگی به خاطر داشته باشین و خوشگله که هر بار منو میبینن، هر جا میبینن میگن عشق 17 ساله بخون برام. میگم بابا اون الان دندون مصنوعی داره. من عاشق موسیقی هستم. من اول یک موزیسینم بر حسب اتفاق، و اینو جدی دارم میگم، خواننده شدم بر حسب اتفاق و چنان تو دنیای موسیقی غرقم. عشقم نازی جون برام یه پیانو گرفت، یه مینی الکتریک، ولی که تونینگ لازم نداشته باشه. من ساعتها، چون ساز من نیست پیانو، آهنگ خودم فقط بلدم، ساعتها با این پیانو ما دل میدیم و دل میدیم حال میکنم. بعد ترانه های بسیار، الان ببینین اون موقع یه حال هوایی بوده، الان من یه سن و سالی ازم گذشته، یه حال هوایی دیگه دارم. و چون عاشق موسیقی هستم و یک اقیانوسه، شما هر طرفش میری میبینی زیباست، هر استایلش رو گوش میکنی میبینی زیباست و میخوای لمسش کنی، میخوای باهاش تجربه کنی. ترانه های بسیار زیبایی دستمه، از یکی از دوستان عزیزم حسن علی شیری که در ایرانه، 8 ترانه دستمه، یکی زیباتر از اینا کی میان به بازار؟ اینا فقط الان واسه خودم میخونم و عشقم. چرا نمیخوای بخونی؟ میخونم. نه یعنی به موقعش الان برای خودت یه الان تو عالم خودمم. الان ببینی میگم دوباره برمیگرده به این که من خیلی موسیقی رو دوست دارم، یعنی اصلا افکارم یه جاهایی نمیره که خیلی، من نمیگم آدم خوبیم و فلانم و دیفرنتم و اینا، ولی من تو این عالمم. خب از اون عالمی که دوست ندارم خودم رو جدا کردم و اصلا نمیخوام بهش توجه کنم و دارم، به انگلیسی میشه، شما ترجمه کن، خب soul food، غذای روح، غذای روح، غذای روح میگیرم، خوشحالم با این مسئله و لذت میبرم از زمانی که با سازم میگذره. بله سول فود یکی از این برای مهم بزرگترین شانسایی که اگه انسانی بتونه برای خودش تهیه کنه و داشته باشه ایتس گود، که بتونه با روح خودش شاد بشه. با موسیقی من الان در این ارتباطم. خب یه عکس نگاه بکنیم از گروه بلکتس، خیلی جالبه که خب رامین از طرف دست راست، دست چپ بینیم، رامین زوکا، دیوید بتسامو، دیوید که به اصطلاح کیبوردیست ما بود و ارنجر ما. بله بله. خب شهداد زند که پسر خواهر شهباله، اون دوتا آخری ها برادرن. بله شهداد و مهداد زند. بله شهداد زند که میشنستم. بله. شهداد زند الان یه وکیل بسیار موفقیه. رابو. بسیار خب مهداد زند انقدر هیت نوشته که باورتون نمیشه، یعنی باور کنی یکیشو میگم دیگه بقیهش بمونه. دل ای دل خانم لیلا فرد. بله. دیگه از اونجا دیگه احتیاج نداره توضیح بدم. اونم بله. که شهباد جان شهپرست که اونم بنده. بله. چه عکس بسیار قشنگیه. بعد از بله. بعد از سالها در کنارم. چند سال گذشت برای این؟ من مهدادو که خیلی سال بود ندیده بودم. خیلی 25. جدی میگی؟ آره چون مهداد اوریجینال بلک کتس بود. بعد اومد بیرون به دلیل شخصی ادامه نداد، ولی ما تو کلاب 44 با هم شروع کردیم. دو تا کیبورد بودیم، بیس، گیتار، شهبال جان و خواننده ها میمدن و پرفورم میکردن. ما اینجوریش کردیم کلاب 44. خب موسیقی لس آنجلس رو در آینده چطور میبینی؟ با این من که نیستم، به من چه؟ فکر من باز چیرم چه سوال هایی از من راجب خودم بپرس هم بره بسرد. حتما من یک تو ببخشید البته
بیادم این بیادم شبا جان یه ترانه بش سرم تو کار خودمه، هوشم و حواسم گلمه. من سرم تو کار خودمه، من انرژی که میذارم برای خودم میذارم و برای رفیقم، کسایی که واقعا دوستشون دارم. اینه که بسیار برنامه هایی در سر دارم که اجرا کنم، چه از گذشته، چون تعارف نداریم که طرفدار منو میبینه خب چی میخواد از من، بیا بیا میخواد، بیبی جون میخواد، جیمبه میخواد و من اینو اجرا میکنم براشون، هیچ مشکلی نداره. همون شیطونی هایی رو استیج هم هنوز نگاه نکنیم، موام سفیده، همون شیطونی ها رو دارم چون خودم لذت میبرم رو استیج، چون دوست دارم این کارو. ولی از یک طرف فراموش نکنیم هم سن بنده رو، همین که من یه موزیسین هم، برای همین الان کلام حرف اولو میزنه و این ترانه هایی که دارم باشون دال صدت میکنم و دارم روش حال میکنم، داری حال اینا هر اون یه ساید دیگه شه که میخوام یه آلبوم تهیه کنم خب، که همش هم زنده است. یعنی با چند تا موزیسین دارم میرم یه استودیو، خودم پیانو میزنم میخونم، گیتار، بیس، درامز، پرکاشن و فکر کنم تعدادی سازهای زهی مثل ویالون و وایولا و چلا. آفرین. چون این خیلی گرم میکنه. یه اجرا داشتم کاور تهران با همین استایل. بله بودم اونجا. بله بله یه اجرا داشتم، یه مزه. ولی این موسیقی برای همگان نیست، تعارف نکنیم. بله یه سری میرن کلاب دوست دارن پارتی کنن، هیچ مشکلی هم نیست. خب ما ایرانی ها زیاد، حالا بگم اکثرمون، نمیدونم چند درصدمون، زیاد اهل این چیزا نیستیم که امریکایی ها هستن. بله طرف دستنشو میگیره میرن یه جا میشینن، یه طرف داره یه گیتار میزنه با یه گیتار نشسته، یه دو تا شراب میزنن و سکوت میکنن و موسیقی گوش میکنن. خب این الان ما همچون عادتی به این چیزها نداریم. عجب. اشکالی هم نداریم، اما نیست دیگه، اشکال نداره، ایشالا درست میشه یواش یواش. یعنی هستن، من فکر کنم تو ایران بیشتره، چون ما اینجا یه درصد کمی هستیم دیگه، درصد کمتری از این بینندگان و طرفداران این نوع موسیقی رو دوست داره، ولی ایران هست. اولا میدونی که مصاحبه من با شهرام شهرپره نگاه کردی حتما، دیدی که بالای 72,000 بیننده داشته در یوتیوب، حتی در یوتیوب فقط 72,001 یکیش من بودم که خودم لایک زدی اتفاقا. آف کورس خوش آمد. یعنی آدم هایی که اینقدر به رفیقشون و به اون چیزی که ایمان دارن احترام میذارن، بسیار برحال خیلی خوشحالم که دل بسیاری از طرفداران تو شاد کردم. ولی دوست دارم یه قولی داشته باشم ازت که هر دو ماهی یه ماهی با زوم ما یه گفتگوی با هم داشته باشیم، چرا که پیروز خواننده مطرح جوانها دوستش دارن، طرفداران بسیاری داره، خیلی دخترها خواهانش هستن به خاطر اون استیجی که داره، به خاطر دنبسبیه بود که نیست. نه ولی طرفداران خیلی زیادی داریم. من در طول این چند روز گذشته که گفتم بخوام گفتگوی داشته باشم با پیروز، من دیدم ای پیروز اومده، او چه ساعتی. ببین اینا، این ریاکشن ها یعنی این که تو مطرحی، تو رو دوست دارن و اون کارنامه‌ای که از خودت درست کردی خیلی شیرینه، خیلی قشنگه و مردم نمیتونن یه همچین شخصیت هایی رو بذارن کنار یا یادشون بره like this. نه دوستت دارن به خاطر خیلی مسائلی که در شخصیت و اون پاپولیشنت با مردم با دوستات. خود من جزو یکی از فداییاتم، بذار روک بذارم، برای که پسر با معرفت، آقا، جنتلمن، چشپاک، رفیق، هنرمند، همه اینا در وجود این پسر هست. برحال I love you so much، آرزوی بهترین ها برای خودتون آزی جون دارم و میبوسمت و تا دفعه دیگه با هم بشینیم. ولی بیشتر به من وقت بدید، یه ساعت آقا من تا اومدیم گمشیم تموم شد، داستان تعریف کنم. ولی ممنونم از پیروز عزیزم که در طول این چند روز که اومده بود دعوت
فقط تلویزیون امید ایران رو قبول کرد که در تلویزیون امید ایران باشه. خیلی برای من ارزش داشت. مرسی از قربونت برم. درود به همگی. بای بای. برقرار باشید، پاینده باشید. با امید اینکه به زودی باز هم پیروز عزیز رو در اینجا ببینیم و قطعاً برنامه‌هایی که ترتیب خواهد داد رو ما در همین تلویزیون برای طرفدارانش اعلام بکنیم که برید پیروز استیج شاهکاره ها. بذاریم بهتون بگم، یعنی اصلا این پسر استیجش حرف نداره و حیف بیشتر شاهد هنرنمایش باشه. قربونت برم. درود باشه. مرسی. امید روز